یه بخشی از این موزه هی گفتم کاش اعلام اینجا بود، کاش اعلام اونجا، کاش اعلام اینجا بود. به خودم گفتم خب چرا اعلام بیاد اینجا؟ موزه میبرم پیش اعلام. یه جا نمیدونم بخش رامتین پنجم، رامسون پنجم بود، نمیدونم کجا بود، یه چیز کوچولوی سوغاتی بره اعلام کش سنگم. گفتم بفهم برش که بسلن درست حرف بزن. چیکار کردی یه بالا؟ نکن اینجوری چته؟ نه میگم چته؟ گفتم اعلامم کنار ما باشه تو سفر. چیکار کردی؟ یه سوغاتی کوچولویی براش آوردم. سوغاتی از توی موزه سوغاتی برداشتی آوردی؟ تو سفر بوده، دست خالی بوده. سری بگو چی برداشتی؟ یه چیز کوچولو. چیزشون هم بده. از رامتین پنجم. رامسین چیه؟ اینا این. رامسس. ایناها این. وای خدا. این اونجا آویزون بود و یه جا. چرا فن اینو برداشتی آوردی؟ نه چیز خاصی که جو... خدای من جان این چیه؟ چی شد؟ دست بالا، دست بیا سر، بیا حرکت، بشین رو زانوت، بشین دست بیا سر، تکون نخور. چی شد؟ دست بیا سر، سکوت، بس حرف بزن، تکون نخور. حاج آقا این خیلی چیز با ارزشیه. حاج آقا خود نامردش بود. شما به جرم دزدیدن گردن من رامسس پنجم بازداشت میشی؟ من دزدیدم. بله دستم بزن بهش. آقا یه دقیقه صبر کنید ببینم من دزدیدم. حاج آقا یه لحظه، حاج آقا ببرینش. حاج آقا یه لحظه اگه میشه تشریف بیارین. حاج آقا یه لحظه تشریف بیارین، عذرخواهی میکنم. حاج آقا دستبند زدم به من. حاج آقا این آقا تو برنامه‌اش مردم ترغیب میکنه که عتیقا رو از مرز خارج کنن، عتیقا رو خارج کنن و بفروشن به غربیا. من حاج آقا آقا مدتی داره روز مغزمو کار میکنه. رامبو جان عذرخواهی میکنم، تو زندان ننگی میکنی؟ میگم داری میری زندان یه موقع چیز باشه ننگی میکنی؟ بله خیلی ممنون. ببر پدرش داره درس عبرتی بشه برای آیندگان. دستشو. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر به امید روزی که کشور ما از این عناصر خالی بشن، کسایی که اهل سرقتن، گردن بند میدزدن برای فامیلاشون. خدا رو شکر که به سزای اعمالش هم رسید.